برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیونی یک. امید که جور و صحتمند باشید. خوشحال هستم که باز هم نوبت ما شد، البته بعد از ادریس نوبت ما است که امروز در بخش ورزش گلبانگ مهمان خانه های شما شدیم با دو میلی پوش پاورلفتنگ کشور آقای عبدالمتین سادات و همچنین بانو نسیمه که 5 مدال به تنهایی گرفته از مسابقات آسیایی پاورلفتنگ که چند پیش در کشور هندوستان برگزار شده بود. دوستان عزیز، ابتدا شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکارانتان، خدمت بیننده های تلویزیون شما. خرسند هستم که در برنامه عزیز شما تشریف آورده. سلامت باشین و بانو نسیمه شما یک سلام علیک داشته باشین. با سلام احترام، نسیمه هستم، یکی از تن ورزشکاران تیم پاورلفتینگ و خوش هستم از اینکه امروز همراه شما و همراه بیننده‌های محترم تلویزیون کن. سلامت باشین، ما شما را خوش آمدید میگیم مجددا و 5 مدال خودت گرفتی، درست است؟ نام خدا. یک تای دیگه هم میگرفتی، یک درجه پر هم شد دیگه. خب میشه کمی توضیحات بدی بانو نسیمه که در کدام بخش ها گرفتی؟ یک مقدار بینندام بفهمه که چند بخش داره پاورلیفتینگ و خودتان که حائز مقام چندم شدین در کل. ما مجموعاً پاورلیفتینگ 3 حرکت داره که هر 3 حرکت هر حرکت خود من یک مدال گرفتم و من یک مدال مجموعاً گرفتم و یک مدال ورودی مسابقه. ها نام خدا، یعنی کل مدال‌ها را خودت جمع کردی دیگه. بله. از این بالاتر هم کسی گرفته بود یا نه؟ بله، یک بانوی، یک دختر خانم دیگه که در وزن خود در وزن 96 کیلو مقام اول گرفتن که دارن 3 مدال طلا و 1 مدال مجموعه طلا و 1 مدال ورودی مسابقه 5 مدال گرفتن. خب سلامت باشید و جز کاروان که اعزام شده بود استاد متین شما هم بودین. میشه در رابطه با این مسابقات یک مقدار توضیحات بدین که بین چند کشور اشتراک کرده بودن و افغانستان چطور درخشید در این مسابقات و اولین تجربه تان بود یا پیش از این اشتراک کرده بودین؟ بله، سفر بسیار خوشایند بود. در قدم اول باید تشکری کنم از سرپرست فدراسیون ما، از کوچای عزیز ما دگروال صاحب، شاپور تو تاخیل، خوجمیر مجاهد، نجیب الله ایوبی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و تشکری میکنم از سپانسر بنده که بنده را در این مسابقات سپانسر نمود، حاجی صاحب احمد سلطانی. طبق مسابقات رویش اصلا در ذاتش به ما دعوتنامه روان شده بود که مسابقه ما کلاسیک است. کلاسیک به معنی از این که را یعنی ساده بدون تجهیزات مخصوص پاورلیفتینگ استفاده میکنن دوستا. اما برعکس افغانای ما اونجا که ما رفتیم مسابقات پروفشنال بود. مسابقات پروفشنال بود، مسابقات برم خورد. یعنی یک فرد که در میدان معربه با دست خالی مقابله کنه علیه عریفای خود که اونا با تجهیزات مکمل نظامی برخوردار باشه. اما انگی نشد بود یعنی دیگه؟ دعوتنامه ما قسم روان شده بود، سلسله مشکلات بود از همی سبک مدیریت، کاستی و کمی به وجود آمده بود که مسابقات دعوتنامه ما نشته شده بود که راه است، یعنی ساده است. اما وقتی که ما رفتیم اونجا، در اونجا قسم دیگه بود مسابقات. مسابقات ما پروفشنال بود. آمادگی داشتن یا نداشتن؟ آمادگی با تجهیزات هیچ کس نداشته بود. تقریبا 3 ماه الی 4 ماه را در بر میگیره، کلگی ساده تمرین میکرد. بعد فزی رفته بودیم. اما بازم شیرای افغان ما که فواد شیرین سخن بست لفتر آسیا شد با زدن 350 کیلو ریکورد وزنه دد لفت و 2 مدال طلا گرفتن دوستا. استاد وزیر سخیزاده مدال نقره کشور گرفت. در پالویش اساتید دیگه دارای 9 مدال برنز که مجموع گرفتن و اضافهش مدال های اشتراک مسابقات. کدام کشورها قوی است استاد در پاورلیفتینگ؟ اگر اینطور بگوین در آسیا، در جنوب آسیا و افغانستان هم جمع از اونا هستن در قسمی که من حد زدم، برداشت کردم سفر اول خارجی ما بود. یک، دوم قوی ترین مردان آسیا اصلا افغانستان بود، به خاطر که بدون تجهیزات مسابقه کردن. آفرین. با تجهیزات اونا، وقتی که فرق بین تجهیزات و بدون تجهیزات 100 کیلو الی 80 کیلو وزنه ریکوردی در وزنه تفاوت پیدا میکنه. فرض مثال یک وسیله که لباسه که بنچ پرسر میزنه استفاده میکنه و یکی که ساده میزنه حداقل 100 کیلو، 80 کیلو، 60 کیلو تفاوت میداشته باشه. دیگه مسابقات سطحش خوب بود، با امیده که آینده مسابقه نزدیک داریم. بازم مالزی هستن و
در پالویش مسابقات امریکا است که در لاس فگاس است. این خواست ما از تربیت بدنی همی است که برنامه ما را سپانسر کنه که ورزشکارای ما در اونجا در کشورهای اجنبی بیرقای افغانستان به احتزاز در بیاره. من امیدوار هستم که سپانسر کنه و بانو نسیم بشه شما از سابقه ورزشی تون بگوین و چطور شد که در این پاورلیفتینگ روی آوردین؟ بانوها زیادتر علاقمند رزمی هستن. ما رشته مورد علاقه من رشته وزن برداری و پاورلیفتینگ هستم. من اردو رشته رو پیش میبرم و تقریبا یک سال میشه که در رشته پاورلیفتینگ تمرین میکنم. اولین سفری بود که من داشتم و از این سفر خوش هستم کدام دستاوردی گرفته تانستم. سلامت باشین و در کابل تر حریف دارین ندارین پیش از این کدام مسابقه تیم ملی انتخاب برگزار شده بود نشده؟ بله پارسال مسابقات منتخبه داخلی کابل بود که در اون مقام دوم گرفتم در تیم جوانان. چطور از حضور بانوان در رشته پاورلیفتینگ به عنوان یک بانو خودتان که ورزشکار هستین چی مشکلات صدرایتون است؟ بدون شک مشکل خو هست. مشکلات که برفرض برای هر دختر خانم بسیار زیاد است که با همه مشکلات مقابله کرده میان برسای ورزش در هر رشته خودم میرسونن تمرین میکنن. ولی زیادی ایسته که باید دولت ما را حمایت کنه، تشویق کنه خان دختر خانم ما را که زیادتر در ورزش روی بیاورن و بتوانن که با هم از طریق حداقل از طریق ورزش یک چیزی برای مملکت خود آورده بتوانن، یک دستاورد، یک چیزی که خوشی مملکت مردم ما شود. خوب معمولا البته قسم شوخی هم کنم بانوان معمولا در خانه هم کار میکنه درست است؟ بله. و پس از اینکه شما پاورلیفتینگ کار کردین در خانه ایتر با کدام مشکل روبرو نمیشه؟ مثلا ماشین کالوشه رو بسیار هم تو براحتی بگیری یا اینکه کدام اجاق گاز رست کنی؟ شده هم تو شده. خب بسیار راحت است برای دیگه. بله. استاد شما در رابطه در کل اگر بگوین که وضعیت پاورلیفتینگ افغانستان چطور است و جای تمرینی دارین ندارین و امکانات چطور از فراهم است؟ وضعیت پاورلیفتینگ افغانستان یک مشکل عمده که داریم همین جایگاه تمرینی ما است که خواستار همیشه از هیئت رهبری یعنی جایگاه تمرینی ندارین؟ بله بله است. پیشنهاد شده از طریق فدراسیون گذشته و حالا انتخابات جدید شد، رئیس های به جدید ما آمده، امید داریم که این پیشنهاد خود به تربیت بدنی کنه و به زودترین فرصت جایداد برای پاورلیفتران ایجاد کنه و به خاطر موثریت از این جایداد ای است که رقابت های سالم به میان می یکی از دیگر چیز می آموزه. حالا فعلا مشکلات ما که همیشه هر استاد، هر پلیر، هر بازیکن در کلب خود تمرین میکنه، مقصد سر به خود روان از بر شیوه که رفت علمی باشه بهتر است. وقتی که منسجم باشیم خامخا از یکی دیگه خود می آموزیم مطابق از ریکوردهای ما، توانایی ما، ظرفیتهای ما، هدفهای ما منسجم و متحد میشیم. چند سال میشه استاد این رشته در افغانستان تأسیس شده؟ در دقیق برای معلوم نیست خود حدود 83 ای را یک استاد آورده بود. 1383 ای در افغانستان پایه‌گذاری شده بود، اما با معذرت که اما وقت معینش به من معلوم نیست. خود 10 سال پیش ما یک مسابقه کرده بودم بار اول که در رأس رئیس فدراسیون خواجه فرید صدیقی بود و اونا رفت و یعنی به گفته شما اونطور کارهای بنیادی صورت نگرفته در فدراسیون پاورلیفتینگ درست است؟ تا حد توان کوشش‌های خود کردن، اما بدبختی در اینجا است که حالا جایداد که نباشه معلوم دار است که یک فدریشن همیشه برپا است، برباد می باشه. بزرگترین مشکل چی است صدرایتان؟ مثلا بودجه ندارن یا یکی وسایل؟ خب طبعا بر میگرده به بودجه درست است. مشکلات وقتی که یک فدراسیون بودجه خاص نداشته باشه از طرف اداره ورزش بدون شک به مشکل دچار میشه و میشه شما خواستتون رو بگوین از دو نهاد ورزشی که زیر یک چتر تقریبا زیر یک چتر یک شخص کار میکنند؟ خواست عمده ما همی است که جایداد برای فدریشن ما به تقیبش او تجهیزات خو کار جداگانه است، میشه که از تجارای ملی تقاضا شوه که برای بانوان برای جمله تیم ما تجهیزات مکمل پاورلیفتینگ میده که هر فی نفر در حدود $2000 قیمتش میشه. وقتی که او تجهیزات یک پاورلیفتر داشته باشه دیگه به واقعیلایی انشالله 100% مدال طلا را در هر وزن افغانای ما او قدر غیرت و شهامت و مردانگیشان بالاتر است که از آسیا حتی جهان و ایخو آسیایی که ای پی اف است از آی پی اف 100% به دست میاره. خب وقفه درست است، همکارای مشاورم یک وقفه کوتاه و برمیگردم بسیار زود.
خب دوباره خوش آمدید دوستای عزیز، دو مهمان عزیزی که امروز در برنامه داره ملی پوشان پاورلیفتینگ کشور از صحبت ها با ایشان همچنان ادامه داره. و همچنان بانو نسیمه، پس از اینکه شما ورزش شروع کردین چقدر تاثیر سر روحیه تا مادر، چقدر بین خوارخونده هایت مشهور شدی؟ تاثیر زیادی آورده، خود در هر عرصه بین دوستام زیادتر شده که دوستا زیادتر تشویق میکنن. بعد از اینکه تو ورزش شروع کردی چقدر مثلا هم از دوستای تشویق شدن که نام ورزش کنن؟ آیا کمپاین کردی یا نه فقط خودت باید ورزش کنی؟ دیگر کمپاین کردم دیگه، خورخوندایم دوستایم هم جمله فامیل اقارب زیادی آمدن در تمرین شروع کردن. و این تقریبا یک مقدار ورزش مردانه رقم است، درست است؟ و چطور از شما مثلا اینطور کدام مشکلات را احساس نمیکنید؟ مثلا هدفی است که مثلا چه رقم براتون برای یک بانو مناسب است یا نه؟ یا هر کس به اندازه توان خود میورداره؟ بله، هر کس به اندازه توان وزن خود. بله، هیچ گپ نمیزن مرافقیت و چالش روی بروی کرد. استاد از تمرینایتون بگوین، در کجا تمرین میکنین و آمادگی ها چطور است؟ و پس از این بخیر پلان ها روی دیست است کجا برین؟ گرچه که گفتن مسابقه های اندونزیا مالزیا است فکر کنم. و ساعت تمرین تون روز چند ساعت تمرین میکنین اگر بگوین؟ یک پاورلیفتر در قدم اول مقابله نمودن با جاذبه زمین، تعریفش در اصطلاح بهترین وزن زن در بین پاورلیفتر هست، بادی بیلدر هست و بهترین جان داشتن از نگاه قدرت بدنی در بین پاورلیفتر هایی تعریفش هست. استاد یک گپ ببخشین، گپ تانم گرفتم، از شما خب با زیبای اندام تفاوت داره، درست است؟ بله بله، زیبای اندام فقط حرکتاش ریکوردی تعدادی است، از ما کاست است حرکتاش. خب یعنی از شما بدن رول نداره که بدنتون مثلا؟ نه خیر، نه، فقط ظرفیت، توانایی، قدرت داشته باشین یا اینکه بخی یک پک داشته باشین. نه نه، خدا کنه وان پک باشه هم کفایت نمیکنه. خب بفرمایید، میگفتین گرچه از اول لحاظ پاورلیفتر امور میگم و پیشتر یادآوری کردین که شما یک ورزشکار که عشق علاقش امو ورزش باشه و حتی فدایی، حتی جان خود به او ورزش میده، دیگه هدف نیست که وزن زیاد باشه یا کم باشه. اما برعکس، ورزشکارای ما تنبلتر است بیرون از باشگاه، بیرون از کلاب، بیرون از سایه تمرینی خود. فرض مثال اگه تو را بگوی در خانه بگوی یک بشکه و بیاره، تو را خستگی بیخی کسالت در وجود ایجاد میشه. زود بگیرم اون را ورداره. عموما ورزشکارا همی رقم است، میگه باش که یک قطره انرژی را جذب کنم به خاطر کلاب، برعکس به خاطر کلاب که افتخار کسب کنم به کشور خود، پیاده نمودن فرهنگ اجنبی، ریشکن نمودن فرهنگ اجنبی از کشور ما و پیاده نمودن فرهنگ افغانی در کشورهای اجنبی، همی اهداف خاص یک ورزشکار است. ای که برمیگرده افتخارش بر خودش، خانوادهش و ولایتش و سطح قومش، یک نوع افتخار توانایی بدنش در مقابل امراض و مقابل نمودنش علیه ویروس های جامعه که از طرف اجنبی ها پخش شده، اینم یک نوع جواد علیه نفس چست. من حیث یک ورزشکار ما افتخار میکنیم به رشته خود کرشته را پیش میبریم. مردان آهنین هم از جمع شماست یا نه و ناجد هستن؟ بله، مردان آهنین پاورلیفتینگ و مردان آهنین در حدود 9 سبک دارای پاورلیفتینگ. مردان آهنین فرض مثال اساتیده هست که او سبک مثل ووشوک است، سانشو و تالو داره. بله بله، سبک مبارزه و سبک فرم. و برنامه پاورلیفتینگ هم که یا مردان آهنین کست کش از قبیل کش کردن تیلر هست، از تیاره کش کردن است و وزنای کلان بالا کردن است، در پلویش هند رسلینگ است، اضافه حرکت های دیگه داره. یعنی همین موتر را که کش میکنه، تیاره را کش میکنه، یا خوب واقعیت داره استاد؟ همین تکرار عمل های پیاپی را ظرفیت بدنی گویم. گم بایی میکنیم ها شما باشه. وقتی که انجام عمل میکنن رشتهش هست و او کار نیست که نشه. هدف داشته باشه انسان، هدف های قائم، میگه یک قدم بردار اما متوالی و با هدف. او برنامه را دوستای ما از زیاد، حتی در حدود 6 تیلر 7 تیلر از این برنامه شما شنیدیم. یک دوست ما بود گفت مکش میکنم، آقای رضایی بود فکر کنم، اما به هرات دیگه ایراتی بود و افغانای ما زیاد، استاد جاوید، استاد شریف آرام، استاد نجیب الایوبی، استاد وزیر. یادترین وزن خودت که بلند کردی چند کیلو بوده؟ و شما بانو رسمی بگوین و شما بگوین در رسمی یا در غیر رسمی در کلاب؟ رسمی و غیر رسمی.
لفته که بست لفته را انتخاب میشی 88 کیلو بودم 295 کیلو ریکوردم دارم ای گپ سر صدا هم سال در تلویزیون که بشینی بعد وقتانه دوستا میگه ولی باش که چی میگه به خاطر ازی میشینن که باشی بیادر ما چقدر ناق 200 و چند گفتین اصلا؟ 285 الی 90 کیلو او رو لفت زدیم در فیسبوک هم پوستش کردیم حرکت چی بوده؟ لفت دد لفت ما حرکت که از پیش پای میگیری استاد میشی یعنی دمو حرکت افغانی ما در دنیا 350 کیلو رو داسیا زد مسابقات آسیایی بست لفتر شد افغانستان که ریکورد ایرانی رو شکستان 347.5 بود و در داخل مسابقات لفته کمی مسابقات این بود 250 حرکت دوم زدم کم فشار آمد 83 کیلو بودم در 93 کیلو مسابقه کردم 10 کیلو وزن بالا و نزول از 250 کش کردم و بانو نسیم شما چند کیلو را؟ من تقریبا در لفت 80 کیلو را کش کردم 80 کیلو؟ بله مقصد اینجا ما وزن داریم نگویی که اگر وزن میارم اینجا آخری با سکتست نکنم صحیح خب عوارض جانبی هم فکر کنم زیاد داشته باشه است درست است همچنان عوارض جانبی و مصرف زیاد باید زیاد سرد از این نکنید تا اینکه انرژی تا سیف کنید و زیاد انرژی بگیری بدن انسان مثل موتر است وقتی یک موتروان موتر چند رقم موتر که است ماشین داره وقتی که صبح میری اگر فرض مثال صبح تا دیگر 1500 افغانی پیدا کردی 500 شده خانه بته 500 ش تل بخر 500 ش ذخیره کو که یک روز ماشینش عوارض نکنه انسان هم می رقم است وقتی که مصرف نکنی سرت پیش نمیری در شکم خالی خو نمیشه جنگ کنی خامخا پر از اینه است اما برنامه ما تمرین ما رشته ما رژیم نداره کلا فلانه چیز نخو فلانه چیز نخو هر غذایی که بود اونمو رو بهتر است نوش جان کنیم اضافه تر اما اتنه که کلش روغن باشه مثل غذای افغانی واره فقط هم برنج است هم روغن دیگه خلاص غذای خاص هم کار از نیاز بعض پریزا داره که روزانه یک کیلو شیر فرض مثال 4 بجه صبح یا 5 بجه صبح استفاده میکنی یک 200 گرم قیماق استفاده میکنی در پولیش ده بجه مثل برنامه خودم یک گلاس ناریال یا نیشکر و بعض اضافه وقت گوشتای مرغ و سینه مرغ و اینی بعض چیزهایی را استفاده میکنین که پروتین زیاد داشته باشه در پولش پروتین و کرتین و گلوتامین و امینو اسیدا و این چیزها را اضافه تر استفاده میکنین سن سال مشخص هم داره خیر هر کس میتونه رده سینی هسته تا چند سالگی میتونه اشتراک کنی 40 تا 50 55 یک کلاس داره در وزن خود میزنه ماستر و این رقمی هسته 50 تا 60 مثال 60 تا 70 سیستم پاور لفتینگ این رقابت ها برنامه پاور لیفتینگ مطابق به برنامه دنیا پخش میشه نه برنامه افغانستان از ما رشته ما به خاطر که در اینجا یک سپورتمن که سنش بالا رفت میگه برو بشی در خانه نه رشته ما خوب تریش اینمی است که تو 70 سال هستی بیا 50 کیلو وزنه تا بزن برو قهرمانی تو جمع 70 سال ها دیگه بله در جمع 70 سال ها خوب از کل ما میتونم اشتراک کنم انشالله سپیر علی کل اگه تانم آدگی بیرم سلامت باشین استاد خوب اگر کدام گفتنی دیگه باقی مانده باشه بانو نسیمه شما خیلی گپ نزدیم ولی امروز ما در این مسابقه دختر خانم های کمرای ما در یک مسابقه شرکت کرده بود سعدیه جان بود و راشده جان سعدیه ما دیدم فکر کنم از شما که در وزن شما زیاد است و او چند کیلو را؟ در وزن 72 کیلو بود مسابقه داد که اگه دو رکورد از او نمسخت حتما شامل مدال مشد وقت در وقت رکورد زنی از او یک جلسه به موقع گرفته شده بود که در این جلسه به موقع گرفتن باعث از این شد که رکورد های از او چی شود خراب شود من امیدوار هستم که دیگر جلسه ها به موقع گرفته شود بانو نسیمه از مدالا باز نمانن خب استاد شما کدام گفتنی اگر داشته باشین کدام پیام داشته باشین بخی در بس در خدمت تان است پیام مهمی است که صلح و ثبات در کشور و یک متحد بودن ورزشکارای ما در راستش ما چون ورزشکار هستیم ورزشکار باید از آدرس خود یک پیام پخش کنه پیام ما اینمی است که در تربیت بدنی از ورزشکارا از اساتید از کسایی که درس هسته یک جهان تشکری میکنیم که در گذشته هم کمک های خود کردن و دایندام اما بعض دوستا که میاد در تلویزیون میشینه که ما قرنطین بودیم این ما را سخت زجر میده که ما 20 روز میشه قرنطینه هستیم یک ماه میشه قرنطینه هستیم دو ماه میشه قرنطینه هستیم داله که پیسه را از بودجه خانه خود از بودجه جیب خود مصرف میکنه این دراز قرنطینه ورزشکارای ما تربیت بدنی کوشا باشن دیگه مدیون احسان دوستا و شما و عزیزان هستیم سلامت باشین استاد تشکر و یه بازم
مدالای نسیم جان نام خدا یک 8 کیلو خمه یا نمامی رقیل کرد. خب دوستا فکر کنم پکیج ورزشی از شب گذاشته آماده نشر است. با هم میبینیم و خداحافظی کنیم. علی جان یانه بر میکردیم درست است. تلاش های جدی برای آزمون و شناسایی استعدادهای نهفته برای آینده فوتبال در افغانستان. در این جشنواره نزدیک به 200 فوتبالیست زیر سن 12 سال شرکت کردند و با اجرای نمایشات فوتبالی از روز آسیایی فوتبال پایه در کابل بزرگ داشت کردند. 15 می برابر می شود به روز آسیایی فوتبال پایه. همه ساله این روز از سوی فدراسیون های فوتبال کشورهای قاره کهن که عضویت کنفدراسیون فوتبال آسیا را دارند با راه اندازی جشنواره های فوتبالی گرامی داشت می شود که حتی در سال 2013 توانست افغانستان را به لقب بهترین فدراسیون فوتبال آسیایی برساند. خب دوستای بخش ورزشی بود و نمیفهم چی روز هر روز باخت بارسا را یا مندازن چی پلان دارن. خب یک وقفه کوتاه و در ادامه با مریم باشین.